چی بیاد بیرون؟ رضا پهلوی فرمان آتش پدافندی داده. فرمان آتش پدافندی جنگ مسلحانه نیست، ایره یادتون نره. مشخصا صحبت خود شاهزاده رو گوش بکنید عزیزان. من تکرار میکنم، یک اقدامی که توأم با خشونت باشه به مفهوم در واقع تهاجمیش، یعنی بمبگذاری، یعنی ترور، یعنی کشت و کشتار، یعنی اسلحه کشی، یعنی سرباز و پاسدار و بسیج کشی، این رو میگویم خط قرمز. درست. ولی دفاع از خود، حفاظت از خود، اگر به ما حمله شد به مفهومی نیست که سرتو بنداز پایین و شهید بشو. نه، آفره. مقاومت کن، اگرم اسلحه داری اسلحتو در دفاع از خود استفاده کن. آفره. اما نه با قصد تهاجم. او فرق میکنه. اقدام خشونت آمیز یعنی وقتی شما تصمیم میگیرید ابتدا به ساکت که از طریق خشونت آمیز به نتیجه برسید. این فرق داره با اینکه اگه به شما حمله شد حق دارید از جون خودتون دفاع بکنید. این دو تا چیز کاملا متفاوته. در هر دو موردش لازم هستش که همیهنان هر اقدامی رو بکنند که رژیم منصرف از این بشه که فکر کنه به همین آسونی میتونه بیاد مردم رو قلقم بکنه، کسی هم صداش در نمیاد. مورد دومی که میخوام با آقایتون برسونم مطلبیش که مجاهدین خلق پریروز منتشر کردن به نقل از آقای مسعود رجوی که ایشون تشریف ندارن، خود وزیر اطلاعات و امنیت عربستان سعودی که تامین کننده اصلی اپوزیسیون در خارج از کشور است و همون سفارشات جورج سوروس برای ایران که انجام میشه پولش سعودی ها میدن، ایشون خودش گفت مرحوم مسعود رجوی به خانم مریم رجوی وقتی که صحبت کرد چند سال پیش تو پخش شد، یعنی آقای رجوی تشریف ندارن، شروع وقتانه کشته شدن. اینها مطلبی رو پریروز منتشر کردن به نقل از آقای مسعود رجوی. مسعود رجوی به جوانان میهن گفت در پی اعدام مصطفی و نوید برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید. یعنی این مسلح شدن مردم با اون که شاهزاده رضا پهلوی میگه که از خودتون دفاع کنین اگه اصل دارین فرق میکنه، این همون خط مسلح شدن و جنگ داخلی است که ایران رو میخواد بیروت بکنه. این نظریه با نظریه شاهزاده رضا پهلوی فرق میکنه. این نظریه که از روز اول مجاهدین خلق هم داشتن که میگفتن سرانگشتان نظام رو بزنید، یعنی جنگ مسلحانه که نگرفت، یک عده سبزی فروشی اینا رو هم زدن کشتن، ولی حرف رضا پهلوی مشخصا در تضاد با این توری هست که مردم مسلح بشن و جنگ داخلی راه بیفته. اینو خیلی بهش دقت کنید مهربان یاران، خیلی دقت کنید. این در همون راستای سفارش کار هست از طرف عربستان سعودی به جورج سوروس، کمپانی یعنی به گورگ سایروس که اینا حتی تظاهرات مسلحانه چه هم تو دنیا راه میندازن و چه و اینا. این سخن. و بعدم چرا مجاهدین خود مریم رجوی اینو نگفت یا مجاهدین اعلامیه ندادن؟ چون وقتی که دادگاه جهانی بخواد بهشون مراجعه بکنه، چون اینا مشکل دارن الان با جمهوری اسلامی روی این قضیه، میگن آقا مسعود گفته برید پیداش کنید این کجاست، ما هم ازش بیخبریم، بچه هم داد و فریاد میزنن دنبال مسعود جانن. خب یادتون نره خود رژیم هم میده که میدونه که هواداری سلطنت خیلی زیاد هستن، تو سلطنت نه هوادار رضا پهلوی در ایران، چون رضا پهلوی همواره گفته که با رأی مردم هست، اگر پس از سقوط نظام جمهوری اسلامی مردم به جمهوری رأی بدن ایشون هم موافقه، به پادشاهی رأی بدن اون هم موافقه. دروغ هم نمیگه، حرفشو زده. حالا امکان داره یک سری انتقاداتی که شما همتون به رضا پهلوی داشته باشین. رضا پهلوی اگر خدا هم میبود به خدا هم شما انتقاد کردین رو میکنید داره که راست نیست. خود من نوشتم که آقا خدا رو در خواب دیدم زازار گریه میکرد، بعدم باش رقصیدم رفیق شدی. به خدا همه ما قدیم تا الان از حکومت ایلامیان هفتش هزار سال تا الان به خدا هم انتقاد کردیم و داریم میکنیم. حالا انتقاد به رضا پهلوی همیشه هم خودش گفته انتقاد مسئله نیست، انتقاد بکنید، مخالفش میتونید باشید، در ولی یه درصد بالایی که قبولش دارید وقتی که به 50% برسه، 51 52 تا 60 باشه تا 90 باشه تا گوش کنید. نکته مهم اون هست که اونها که هوادارش هستن گوش میکنن، اونها که هوادارش نیستن در یک همبستگی ملی میهنی باش همراه میشن.
در این همبستگی، نه اینکه یعنی 100% شما به رضا پهلوی رأی دادید هر کاری دلش خواست بکنه. بارها هم شده که دیدید صحبت که میکنید اونا تو همین مسئله دفاع شخصی ایشون 30 و خورده سال 39 سال گذاشته اومد اینو گفت، قبلا نکیر نمیگفت که. پس با حفظ انتقادات خودتون بایستی همبستگی وجود بیارید.